شما زنده باشین. تشکر. به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام خدمت تمام شما بزرگوارا. خداوند خیر و برکت نصیبتان کند، طاعات و عباداتتان، روزه و نمازتان به درگاه حق قبول باشه. و از خداوند میخواهیم که می لحظات رمضانی ما را از هر وقت دیگه که ثوابش زیاد بگردانه، به خاطری که به یک هدف نیک کل ما کار میکنیم. این که چقدر نتیجه میده اون شده که ما و شما خرازی به رضای خدا هستیم، نتیجه را به خدا میمانیم. ولی همی که به می فکر هستیم، این امیر خداوند بر ما برکت و ثواب نصیب کنه و توانایی بر ما بده که تلاش خود کنیم. و در این بین هم از کسایی که اینجا میین سخنرانی میکنین یک جان سپاس، از کسایی که میشنوین، کسایی که به برنامه میین، و حتی دوستای ما به فکر عزیز که فلانه استاد دعوت میکنن بیاد برنامه سخنرانی کنه، یعنی هر کوششی که برای بهتر شدن برنامه و همین فضا میکنین، خداوند کلش شامل ثواب بسازه که میسازم دیگه. ما باور ما به میز که کار خیر پیش خداوند گم شدن نداره. ما در شروع برنامه های سال 1400 که شروع کردیم، گفتیم سال 1400 تعهد مایی است که بیهوده زندگی نکنیم، کار بیهوده از دست ما سر نزنه، وقت ما ضایع نشه. و حتی گفتیم در شروع هر کار از خود یک سوال کنیم، همین کاری که میکنم چه فایده داره؟ به من، به مردم، به وطنم، به دینم، به بشریت، به کره زمین چه فایده داره؟ مثل که ما مثلا همین خودشناسی میگیم، صبح سوال کردیم من میرم خودشناسی چه فایده داره؟ اگر فایده داره بیا، اگر نداره هیچ نبیا، هیچ نبیا، از اونجا پس در اون فایده نداره. چرا برم تعهد کردیم کار بیهوده نمیکنم؟ و بعدش باز آمدیم گفتیم به خاطر از این کار ما باید هدف در زندگی خود داشته باشیم، یک مقصد در زندگی خود داشته باشیم. و سر هدف صحبت کردیم که هدف چیست، و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که یک انسان سالم از نظر ما در چند زمینه گفتیم باید هدف داشته باشه. اگر ما یک انسان سالم، یک انسان ابر انسان در نظر بگیریم، ای اول باید بر صحت و سلامتی خود هدف جور کنه که در موردش صحبت کردیم، اهمیتش گفتیم. دوم گفتیم برای علم و آگاهی و دانایی ما که ما دانش ما بالا بره. و بعدش هم علم بدون اخلاق و ادب به جایی نمیرسه، باید اخلاقی شیم، به خاطر که علم امروز است بسیار علم انسان پیشرفت کرده، ولی اوضاع انسان خوب نشده. هنوز انسان در رنج است، در مشقت است، در بدبختی است و دشمن هم دیگه سنوز. خیر بناهن علم به تنهایی نمیتونه، بسیار کمالات داره، بسیار خوبی داره، دوستدارش هستیم ما و شما. همین روزای جمعه همینجا میاییم، در این رمضان هم پشش هستیم که علم یاد بگیریم دیگه، اینه به خوبیایش اقرار داریم، ولی به تنهایی خود نمیتونه، باید اخلاق امرایش یک جای شود. و بعدش هم گفتیم که برای شغل و کاربار ما که یک نان حلال هم خورده بتانیم، بر روابط و خویشاوندی ما که فامیل و دوست و اینا از دست ما نره. بعدش گفتیم بر تفریح و سرگرمی ما انسان هستیم، خسته میشیم، این رو هم داشته باشیم. و بالاخره بر اهداف معنوی و کمک بر دیگران هم فراموش نکنیم، میتونی که ما غرق خود باشیم بر دیگران کار کنیم. اگر ما اینی جنبه ها رو بتانیم برش هدف جور کنیم، دیگه تقریبا زندگی ما یک نمونه برای همگی میشه که بخوایم مثل ما زندگی کنن، یا ما میشه به خود افتخار کنیم وقتی ما روزانه به همه قدر کارهای خود تلاش کردیم، وقتی شام سر خود به بالش میمانیم، وجدان راحت، خاطر آسوده و رضایت خود و خالق خود به دست آوردیم. بنان دنبال ما امروز سر اخلاق میخواییم گپ بزنیم، چون در مورد صحت و علم صحبت کردیم. در اول باید بگویم نظر ما ایست که اگر میخواییم بشر نجات پیدا کنه، دو چیز باید یک جای شود: علم جمع اخلاق. بدتنهایی خود نمیتونن، بتنای خود نمیتونه، بتنای خود حتی هم اخلاق هم میشه، گرچه میگم دفعه مگه تنها یکیش باشه طرفدار اخلاق خود بودم، ولی بتنایی نمیتونه، چون ما به علم هم نیاز داریم، وسایل بر ما میسازه، در مقابل خطرات محافظت ما میتونه، این کارهای خود میتونه. ولی تنها علم هم تو تشبیه میکنم، بعضی وقت شما یک کار در نظر بگیرین، کتی کار دو چیز میشه، یکی به دست یک قاتل بتین یک جان میگیره، اگه به دست یک جراح بتین یک کسی را از مرگ نجات میده. وقتی این کار در دست جراح افتیده که جمع اخلاق شده باشه، یعنی اگر میخواییم که رای سعادت و نجات از بدبختی که امروز بشر دامنگیرش هست، در کل دنیا اوضاع ملتهب و خراب است، تو نیک تنها کشور ما بدترینش داریم، ولی دیگه جایی هم که شما پرسان کنین هنوز مردم سر سرک خواب میکنن، خانه نداره، نان نداره و در یک متریش مردم کاخ داره، شاید دموج چندین اتاق خالی است،
ولی این نفر سرسرک خواب میکنه. او نان دور مندازه در جنگلی و این نان خوردن نداره. در کل دنیا انوزی بدبختی را داریم، مقدارش کم و زیاد است. اگر میخواییم که از اینمی بدبختی نجات پیدا کنیم، علم جمع اخلاق میتونه ما را کمک کنه. بنان بحث امروز ما بسیار مهم است، به می خاطر که ما و شما در مورد اخلاق ببینین. اول میشه یک تعریف تو بر اخلاق بتیم که اخلاق، علم اخلاق یعنی علم کسب فضایل و ترک رذایل است. وقتی ما میگیم دنبال اخلاق هستیم، اخلاق اینمی کار میکنه، بر ما نشان میده چطور به فضیلت برسیم و چطور از رذالت خدا نجات بتیم. یعنی علم اخلاق فرق بین سعادت و بدبختی را، فرق بین فضایل و رذایل بر ما، یعنی علم اخلاق در حقیقت تشخیص خوب و بد است، تشخیص خوب و بد که بر ما میگه که این کار خوب است بکنیم و این کار بد است، ما خود از او نجات بتیم، پرهیز کنیم، جلوگیری کنیم. یا اتو میتونیم بگوییم که اخلاق به یک معنا جمع خلق و خوی است. خلق و خوی، اگر خلق و خوی ما خوب است، عادت خوب داریم، اعمال خوب انجام میتیم، عادت خوب، اینا شامل اخلاق میشه. یعنی اگر اتو بگوییم که انسان با اخلاق از این نظر انسانی است که خلق و خوی خوب داره و اعمال خوب انجام میده، و معلوم دار است که آدم بی اخلاق، یعنی اینجا به نظر من اینطور است که بد اخلاق نگویم، اخلاق خودش یک بار مثبت داره دیگه، بی اخلاق، آدم بی اخلاق آدمی است که خلق و خوی زشت داره. از چه بین به حال خود فکر کنیم، اگر ما زشت هستیم، اگر کلام آزاردهنده میگیم، اگر در خانه در مقابل بزرگا سر صدا میکنیم، اگر با دوست و رفیق خود، اگر معلم خود آزار میتیم در صنف، معلم مجبور میسازیم که ناراحت شو و قال مقال کنه، ما بی اخلاقی میکنیم. و یکی از دلایلی که باز من فکر میکنم این کشور ما حالش خراب است، به خاطر امی جایگاه معلم پایین آمده، یا کسایی است که جایگاه معلم خار میسازه. وقتی معلم خار شد، الگوی شاگرد خار ساختین شما، و دیگه کس از او الگو برداری نمی کنه. اینی جست که باز شاگرد به جای از اینکه معلم خود الگو بگیره، باز مجبور است ستاره سینما رو الگو بگیره، یک فوتبالیست است بر خود الگو بگیره. داری که من قبول، فوتبالیست خوب فوتبال میکنه، اما ما در زندگی بر تو بازی که نیستیم کل ما، ما به اخلاق پسندیده نیاز داریم. شاید اون فوتبالیستی که تو را الگو گرفتی و ده تا کار بد میکنه، واستاستا تو هم ده کار بد شروع میکنی، تو ده یک سریال یک کسی را الگو گرفتی و او سکرت میکشه، تو را متاسفانه طرف خود کش میکنه و به موسم میری. بنان وقتی معلم ما خار میشه، ایدالی که ما یک وقتی داشتیم که بچه های شاب بوت استاد خود پیشوریش میماندن، اما حالی متاسفانه کم قدرترین انسان در کشور ما معلم است، و تا این جایگاه جور نشه، اینمی بی اخلاقی جریان داره.